بسم الله الرحمن الرحیم. لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم و اهل عدوهم اجمعین. در خدمت شما هستیم با سلسله مباحث دین باوری. بحث ما به توحید رسید و مطالبی خدمتتون عرض شد. راجع به توحید عرض شد که 4 مطلب باید مد نظرمون باشه. اول این است که خدای متعال مرکب نیست، ترکیب از اجزا در او راه نداره، برخلاف جمیع اشیاء دیگه ما سوى الله که اونا همه مرکبن، از اجزایی درست شدن، اما خدا مرکب نیست. و ترکیب از صفات باز در خدای متعال راه نداره، در خداوندی شریک ندارد، در صفات شریک ندارد. از اینها استفاده میشه مراتب توحید. اول توحید ذاتی است، یعنی هر موجودی مرکب است به جز ذات قدوس خدای متعال جلد عظمتو. بنابراین در مرتبه اول توحید این باید مد نظر ما باشه که هیچ ترکیبی در خدای متعال به اصطلاح جایی نداره، ابداً خدای متعال مرکب نیست، ترکیب در او راهی نداره. چرا؟ چون به مجرد این که بخواهید تصور کنید مرکب است، پس نیازی دارد به اجزایی، به جوارحی، باید از اجزایی درست بشه و اون محال خدا باشه. اون کسی که احتیاج در او بیاد ممکن نیست او خدا باشه. لذا در مراتب توحید اولین مرتبه این است که عرض می شود هر موجودی مرکب است به جز ذات قدوس خدای متعال جلد عظمتو. مرتبه دوم توحید ذات و صفات است، یعنی صفات ذاتی خداوند متعال عین ذات اوست، یک ذاتی است که مستجمع این صفات، نه اینکه چند چیز باشه. از مراتب توحید دومین مرتبه توحید ذات و صفات خدای متعال است، یعنی صفات ذاتی خداوند متعال عین ذات اوست. وقتی که میگیم خدا حی است، خدا قادر است، خدا عالم است، تمام اینها برگشتش به یک چیزه، به یک ذات مقدس و پاک. نسبت به عرض میشه انسان، مثلا یک انسانی عالم است، یک انسانی عالم نیست. بعدن این علم مثلا به او اضافه میشه، میگیم فلانی عالم است. در خدای متعال این مسائل ابدا راهی نداره، او عالم است به جمیع اشیاء و علم او کم و زیادی ندارد. این نیست که خدا ذاتش یک چیزی باشد بعد علم به او اضافه بشه، بعد قدرت به او اضافه بشه، نه خیر. ذات پاک خدای متعال و صفاتش یکیست. یعنی توحید بس در بحث ذات و صفات خلاصه اش این است که صفات ذاتی خداوند متعال عین ذات اوست. مرتبه سوم توحید در عبادت، یعنی فقط اوست که سزاوار پرستش است. انسان ها حق ندارند دیگری رو بپرستند، که البته در بحث عبادت و شرک به خدا یک امور دیگری هم مطرح میشه که اون بحث مستقل خودش رو میطلبه. اما اجمالا این شبهاتی که مطرح میشه عرض میشود که اینها مثلا شیعیان اهل بیت اینها غیر خدا رو میپرستن، اینها امامان معصومشون رو میپرستن. خب اینها در اثر یا جهل یا عناد، حالا هر چی که هست، عرض می شود که پیروان اهل بیت بر اساس دستورات الهی از منابع معتبری که می توان از اون منابع معارف دین رو گرفت، اینها عرض میشه یک اموری رو انجام میدن، مانند زیارت قبور معصومین، مانند احترام به قبور
بزرگان دین اینها به جهت امر خدای متعال و اینها هم در واقع عرض می شود که تسلیم بودن در مقابل خدای متعال و اینها هیچ کدوم در قصدشون این نیست که ولی عیاذ بالله معصوم هم مثلا شریک در قدرت خداست. معصوم اگر عرض می شود که در زمان حیات ظاهریش معجزه انجام میده، کارهایی رو انجام میده که خلایق عاجزن از انجام او، این به لطف خدای متعال است، به تفضل خدای متعال است که در حق حجت خودش کرده این کار رو، که خلایق وقتی که او رو میبینن قلبهاشون متوجه اون خلیفت الله بشه، ویژگی و برتری او رو نسبت به خلق دیگر ببینن و از او متابعت کنن. این نیست که حالا چون معجزه میکنه پس او شریک در قدرت خداست، ابدا این نیست. یا حال که او معجزه میکنه در زمانی که ظاهرا از دیدگان ما غایبن و به اون سرا عرض میشود که سیر فرمودن، باز هم معجزات انسان میبینه. اینا همه به فضل و قدرت الهی است و هیچ گونه عرض میشود که کمترین و ادنا مرتبه شراکت در قدرت خدا، شراکت در عرض می شود که علم خدا، اینها ابدا در وجود هیچ احدی نیست. خدا عرض می شه عقیده ما این است که در توحید و صفات خدای متعال عین ذات اوست، منحصر به اوست و بقیه معطی از خدای متعال، یعنی خدای متعال اعطا فرموده. حالا به رسولان الهی، به ائمه معصوم درجات عالیه رو خدای متعال لطف فرموده که حتی میتونن تصرف در کون کنن، تصرف در مکان، تصرف در جمادات به اذن خدا، چنان که نسبت به حضرت عیسی علی نبینا و آله و علیه السلام در قرآن آمده. اما اینها معناش این نیست که اونها شریک در قدرت خدا باشن، شریک در علم خدا باشن. نخیر، هر چه دارن از خداست. و این احترامی که به قبر اونها گذاشته میشه، تعظیمی که میشه، اینا تمام به جهت امر الهی است و بزرگ داشت مقام اونها و نه به عنوان پرستش. این رو دقت داشته باشیم. خب باز از مراتب توحید، مرتبه چهارم توحید در خلق، یعنی آفرینش فقط به دست اوست. اوست که خلق می کند، اوست که می آفریند، اوست که عرض می شود که خلایق رو به وجود می آورد. این مرتبه چهارم. مرتبه پنجم توحید در رزق، یعنی روزی رسان فقط خدای متعال است. اوست که خلایق رو روزی می ده، اوست که به جاندارانی که در زمینن، در آسمانن، به همه اونها روزی میرسانه. در قعر دریاها، در قعر اقیانوسها، اون کوچکترین موجوداتی که زندگی میکنن روزی اونها رو، ولو در دل سنگ باشن، خدای متعال روزی اونها رو میرساند. آری، فقط روزی رسان خدای متعال جلت عظمتو هست. مرتبه ششم توحید در توکل، یعنی فقط و فقط خداست که سزاوار است دیگران به او توکل و تکیه کنند و امورشون رو به او واگذارند، چون او قادر مطلقه، اوست که ربه، اوست که عرض می شود که معبوده، اوست که قادر مطلقه. لذا توحید در توکل این است که فقط و فقط خدای متعال سزاوار است که انسانها و بشر همه بر او توکل کنند و بر او تکیه کنند. ادامه مباحث انشاءالله در جلسات آینده. و صلی الله علی محمد و آله الطیبین الطاهرین.